سلام عرض میکنم شبتون بخیر و در خدمتون هستیم من هم سلام عرض میکنم شب شما بخیر مقدم مهمون محترم برنامه رو خیر مقدم میکنم در خدمتون هستم بله یک بخش کوتاه تصویری میبینیم و صحبت های دکتر هاشمیان رو در بخش تازه ها به اتفاق هم میبینیم به نام خدا سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم تازه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنم با توجه به موضوع برنامه درباره بیماری های شایع پوستی چند تا نکته براتون آماده کردم در ابتدا بهتره بدونیم که خواستگاه پوست مو و ناخون یکیه این یعنی چی یعنی اینکه تقریبا همه ای مسائلی که برای هر ایک از اینها پیش میاد در مورد سایرین هم صدق میکنه مثلا اگه میگن سوس برنج برای جوونه گندم برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش و سفید شدن موها موثره این اثر مثبت برای ناخون و پوست هم وجود داره حالا بریم سراغ چند تا بیماری شایع که میدونم برای خیلی ها سواله خیلی از والدین این سوال براشون پیش میاد که این لکه های کم رنگ و سفید رنگی که روی گونه های فرزندانشون ایجاد میشه چیه بعد بدونیم که اسم این بیماری پتریازیس آلباس که یک بیماری خوشخیمه که در اکثر موارد تا سنین بلوغ برطرف بیشه ولی خب اگه درمان نشد باید به پزشک پوست مراجعه کنید این هم در نظر داشته باشید که اشعه مستقیم و طولانی مدت آفتاب در تشدید این بیماری نقش داره چرا که خیلی وقتا میبینیم یا والدین مریضایی که مراجعه میکنند به مطب پزشکا اعتقاد دارن در زمستون این لک ها کم میشه و در تابستون لک ها پر رنگ میشه لک هایی که به صورت در اندازه های نیم تا یک سانتی بیشتر روی گونه ها به صورت کمرنگ یا سفید رنگ خودشونو بروز میدن اما صحبت از بیماری قارچی شد لازم بدونیم یک سری از قارچ ها به صورت طبیعی یا فلور طبیعی در روی سطح بدن ما قرار دارند که همیشه روی سطح بدن وجود دارن به همین دلیل است که به اونها فلور طبیعی اطلاق میشه ولی چون سطح پوست ما حالت اسیدی داره از رشد بیش از اندازه و بیماریزای این قارچ ها جلوگیری میکنه اما گاهی وقتا تعریق و یا استهمام خیلی زیاد بهداشت پایین و بعضی از بیماری ها باعث میشن این حالت اسیدی پوست از بین بره و فرصت مناسبی برای رشد این قارچ ها که به شرایط قلیایی نیاز دارن ایجاد بشه البته به بسته به محل و نوع قارچ بیماری مختلفی رو میتونن ایجاد کنن این قارچ که حالا چند رو براتون عرض میکنم بیماری تنیا ورسیکالر یا پتریازیس ورسیکالر اینم یه بیماری قارچه دیگه است که به صورت لکه های متعدد پررنگ و یا کمرنگ یا سفید رنگ در نواحی پشت گردن قفسه سینه زیر بغل و شانه ها به خودش بروز میده و گاهن با خارش ضعیف و پوستریزی همراهه و ممکنه با فعالیت و تاریخ هم این علائم تشدید بشه این بیماری هم یه بیماری قارچیه البته اگه دقت کرده باشید خیلی از افراد که این بیماری رو تجربه کردن ممکنه این بیماری اودکننده کننده باشه خیلی هم فکر کنم دیده باشید افراد بیشتر سنین نوجوانی و جوانی بیشتر مبتلا به این بیماری بیماری که به صورت لکه های پشت گردن و سایر قسمت های قفص سین خودش خودشو نشون میده خب یه بیماری قارچه دیگه هم هستی که از صورت شروع کردیم تنه حالا میریم سراغ پاها که البته در انگشت دست همین بیماری رو میبینیم به نام قارچ پای ورزشکاران یا اتلتس فود طور که از اسمش برمیاد این قارچ یا این بیماری قارچی لای انگشتان پا رو گرفتار میکنه علتش هم طریق زیاد پاها داخل کفشه که همینطور که عرض کردن باعث میشه حالت اسیدی بین انگشتان پا کمتر بشه محیط قلیایی بشه و فرصت برای اون قارچه فرصت طلب ایجاد بشه که با تغییر رنگ لای انگشتان پا پوستریزی و گاهند خارش خودشو بروز میده این بیماری این خب این بیماری قارچی شایان برای پیشگیری از اون بیماری قارچی باید چیکار کنیم توصیه می‌کنیم رعایت بهداشت فردی استهمام کافی عدم استفاده زیاد از مواد شوینده در جلوگیری از این بیماری ها موثره یه مطلب دیگه هم در رابطه با یه سری محلول ها کرم ها و مواد آرایشی و بهداشتی که متاسفانه توسط نشریات و رسانه های غیر و بیگانه تبلیغ میشن و بعضن مردم رو به انحراف میکشونند براتون آماده کردم که خواهش میکنم این قسمت رو دقت خاصی بفرمایید بعضن دیده میشه محلول کرم های برای جلوگیری از ریزش مو یا رفع چین و چروک و لک های پوستی تبلیغ میشه اولا برای درمان ریزش مو حتما باید علتش بررسی بشه دوم فقط دو یا چند دارو در کتب و مراجع علمی معتبر وجود دارن که البته این دارو هم عوارض خاص خودشونو دارن و فقط باید تحت نظر پزشک تجویز بشن تا از پیش اومدن عوارض ناخواسته این داروها جلوگیری بشه نکته بعدی هیچ ماده ای تا کنون برای درمان سفیدی موها کشف نشده اگر بخوایم برای درمان سفیدی موها داروی تجویز کنیم تنها دارویی که تو کتب علمی بهش اشاره شده داروی خاصی ترکیب خاصیه که اون هم به صورت غیر مستقیم اگر در دوزهای خیلی بالا یعنی حدود 20 الا 30 عدد در روز این قرص خورده بشه که اولا غیر ممکنه شاید تا اندازه در درمان سفیدی موها موثر باشه پس این مثلا مد نظر داشته باشید که هیچ جا در هیچ کتابی داروی برای درمان سفیدی مو اشاره نشده و این تبلیغاتی که میشه اصلا پایگاه حقیقی نداره اما نکته بعدی هیچ کرم یا محلولی به جز آفتابها در جلوگیری از لکا و پیری پوست وجود ندارند. و اکثر ترکیبات و محلول تبلیغاتی که بسیار گران هم هستند فقط حاوی انواعی از کرم های ضد آفتابند که خب بهترین انواعش رو با مجوز و مهر استاندارد وزارت بهداشت در کشور ما قیمت مناسب داریم پس توصیه میکنیم برای داشتن پوستی سالم چیکار کنیم؟ شادابی و حفظ سلامت، فعالیت بدنی کافی، خودداری از قرار گرفتن به صورت طولانی در معرض اشعه مستقیم آفتاب، استفاده مکرر هر نیم الا یک ساعت از ضد آفتاب مورد تایید وزارت بهداشت، خوردن میوه و سبزیجات سالم و مایات فراوان بهترین کاری که برای تقویت پوستتون و حفظ شادابی و سلامت میتونید انجام بدید امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید حتما نرمش و ورزش حالا اگه روزانه انجام نمیدید در هفته حدود نیم ساعت 45 دقیقه رو مد نظر داشته باشید متشکرم آقای دکتر از شما تشکر از توضیح کاملی که دادید بخشی از وظیفه ای که ما می‌خواستیم انجام بدیم شما انجام دادید از شما متشکرم امیدواریم اطلاعاتی رو که در بخش تازه ها تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه آقای دکتر از شما تشکر میکنم به اتفاق بینندگان گرامی عزیزان همراهمون بخش گزارش رو دومین بخش رو به اتفاق هم میبینیم و درباره سلامت پوست با شما صحبت میکنیم نکات زیادی هست دو شماره تلفن 2266 665 و 2266 666 هم آماده هست تا احیانا اگر سوالی دارید بفرمایید و پاسخش رو از مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر گلپور عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی مازندران دریافت بفرمایید